در راستای صحبت‌های برادر عزیزمون آقا کریم که ایشون هم دوره این خرافات رو چشیدن و زندگی کردن و الله سبحانه و تعالی ایشون رو هدایت داد به راه راست، به راه قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اینو اضافه بکنم که ما در بارها در برنامه همونطوری که شما اشاره فرمودید که این یهودیت هست که در این مذهب اومدن و به اینطوری دارن مثل خوره این در بدنه اسلام نفوذ کردن، مثل غده سرطانی دارن اسلام را از داخل ضربه میزنن. من یادم اومد که من کلیپی دارم از این آخوند آفت الله، با هم این کلیپ رو اگر ببینیم مطلب زیبایی رو میخوام خدمتتون نشون بدم بعد از پخش این کلیپ. دوستان عزیز صدا تصویر رو پخش کنم. و حتی بالاترین مقام سیاسیشون میاد یک حرف هایی را که وهابی ها مدت هاست مطرح میکنن، حرف بی اساس، بی رب، دروغ، افترا، که بنیانگذار شیعه عبدالله سبا بوده، اینها را برمیدارن در رسانه هاشون مطرح میکنن. البته عزیزان شیعه ما پاسخهای کوبنده و مفتزه کننده به این آقا دادند که این حرفهای نادرست خلاصه جایش در یک کشوری که بخش اعظم آن چه اهل سنت باشد چه شیعه باشد این عقیده را ندارد. این حرف این وهابیت پلید هست که اینها دارن مطرح میکنند. بله، خب این وهابیت پلید هست که این رو مطرح می کند که مؤسس مذهب شیعه اثناعشری یا کل مذاهب شیعه که بعداً انشعاب کردن از این مذهب عبدالله ابن سبعی یهودی است. این وهابیا عجب انسان‌هایی هستند، یعنی از یک طرف میرن اونجا تو خیابونای شهرهای شیعه نشین عراق می نویسن که لعن بر خلفا، و از یک طرف میرن لباس ریش و قیافه حجت الاسلام انصاریان و بقیه آخوندهای شیعه رو برای خودشون درست میکنن و میان از زبان اونها در شبکه های اونها لعن و نفرین میکنن به خاطر اینکه تفرقه بندازن در بین مسلمان ها. و بزرگترین جنایتی که این وهابی ها کردن اینه که رفتن تو کتاب های شیعه از زمان کلینی و مجلسی، یعنی از 700-800 سال قبل تا به امروز، کتاب های اینا رو توش این لعن صحابه و این چیزا رو تو کتاب های اینا اضافه کردن این پدر سوخته ها تا که بیانو به شیعه توهین بکنن. این آخرین ورژن دروغ آقای آفت الله که میگه که این قضیه رو هم وهابیا مطرح کردن که اساس شیعه که هست اساسش عبدالله ابن سبعی یهودی است. من از بهار الانوار این مطلب رو نشون میدم، دوستان عزیز نشون بدن این سفر رو، این کتاب بهار الانوار سال 1403 چاپ شده در بیروت لبنان. در این صفحه صفحه 39، روایت 39، صفحه 286، جلد 25، ابی جعفر میگه امام محمد باقر ان عبدالله ابن سبا کان یدعی النبوه، عبدالله ابن سبا کان ادعای نبوت میکرد و یزعم ان امیر المؤمنین هو الله، و ادعا میکرد که امیر المؤمنین الله هست. تعالى عن ذلك، فبلغ ذلك امير المؤمنين فدعاه وساله فاقر، امير المؤمنين صداش كرد و از سوال كرد و هم اقرار كرد و قال نعم انت هو، بله تو هستی، يعني تو خدا هستی. خلاصه حضرت علي امر كردن كه ايشون يعني عبدالله بن سبعي يهودي رو در آتش بسوزانن. اين از كتاب بهار الانوارش. در الانوار النعمانيه، این الانوار نعمانی سید نعمت الله جزائری که به اصطلاح بزرگداشت سید نعمت الله جزائری رو در ایران برگزار کردن که آقای خامنه ای هم اشتراک کرده بود، در جلد دوم در چاپ بیروت، اینم صفحه بعدیش، اینم شناسنامش در اینجا
در صفحه 209 در اینجا میگه السبعیه، میبخشید در صفحه 209 در اینجا میگه که از 205 میبخشید السبعیه قال، این صفحه 205 الانوار النعمانی سید نعمت الله جزائری میگه السبعیه قال عبدالله ابن سبع لعلی علیه السلام، عبدالله ابن سبع به علی گفت انت اله حقا، تو خدای بر حق هستی. فنفع و علی علیه السلام الى مدائن، حضرت علی هم ایشونو کجا فرستاد؟ به مدائن تبعید کرد. وقیل و گفته می شود که انه کان یهودیا فاسلم، یهودی بود ایمان آورد. و کان فی یهودیته یقول فی یوشع ابن نون، بعد در زمانی که یهودی بود می گفت که امام بعد از موسی یوشع ابن نون است. و فی موسی مثل ما قال فی علی، همون چیزی که در مورد علی می گفت در مورد یوشع ابن نون در مورد موسی می گفت. وقیل انه، و گفته میشه که او اول من اظهر قول به وجوب امامت علی، او اولین کسی بود که ظاهر کرد سخن واجب بودن امامت علی را. و منه تشعبت اصناف الغلات، از ایشان است که شیعیان غلات به اصطلاح جدا شدند. و قال ابن سبع، ابن سبع میگوید ان علی علیه السلام لم یمت و لم یقتل، عبدالله ابن سبع میگفت که علی کشته نشده و نمرده. انما قتل ابن ملجم، انما قتل ابن ملجم شیطانا تصور به صورت علی، به خاطر اینکه شیطانی رو کشت که به چهره علی در آمده بود. و علی علیه السلام فی السحاب، و حضرت علی در روی ابرهاست. و رعد صوته، این صدای رعد صدای علی هست. و البرق ضوءه، این برق رعد و برق به اصطلاح برق روشنی علی هست. و انه ينزل بعد هذا الى الارض، بعد از این در زمین میاد. و يملاه عدلا، و زمین رو پر از عدل میکنه. و هؤلاء يقولون عند السماء الرعد، وقتی که صدای رعد و برق رو میشنون این فرقه شیعیان میگن که عليك السلام یا امیر المؤمنین، بر تو سلام ای امیر مؤمنان. این در کتاب الانوار النعمانی سید نعمت الله جزائری که این وهابی‌ها رفتن و خلاصه این مطلب رو در این کتاب اضافه کردن. و جالبه بدونید که این وهابی‌ها در سال 1112 که این سید نعمت الله جزائری سال وفاتش است، دوستانشون بودن 1112، یعنی در اون موقع وهابی‌ها اینقدر قدرت داشتن که می‌رفتن در کتاب‌های شیعه این مطالب رو اضافه می‌کردن. نوبختی، فرق شیعه، حسن ابن موسی نوبختی از اعلام قرن ثالث هجری، یعنی حدود 1100 سال قبل وهابی ها رفتن یک کتابی نوشتن به نام فرق شیعه به اسم حسن ابن موسی نوبختی، یکی از بزرگان شیخ جلیل شیعه است که اینم الان شیعیان دارن ای به خاطر این متوجه نیستن، ای دارن چاپ میکنن این کتاب رو، خبر ندارن که وهابی ها رفتن توش مطلب اضافه کردن. و در اینجا میگه که فرقه سبعیه، فلما قتل علی، بعد اینکه علی کشته شد، افترقت التی ثبت علی امامته، کسانی که بر امامت ثابت موندن. و انها، و گفتن که این فرض است از طرف الله سبحانه و تعالی و از طرف رسولش. فصارو فرقا ثلاثه، که سه فرقه شدن. فرقه منهم قالت، فرقه گفتن که ان علی لم یقتل و لم یموت، علی نمرده و کشته نشده. ولا یقتل ولا یموت حتی یسوق العرب بعصاه، و نمی میره تا اینکه عرب رو با عصای خودش جمع بکنه. و یملا الارض عدلا و قسطا، زمین رو پر از عدل و داد بکنه. کما مل از ظلما و جورا، مانندی که پر از ظلم و جور شده بود. و هی اول فرقه قالت فی الاسلام بالوقف بعد النبی من هذه الامه، و اول من قال منها بغلو، و این اولین فرقه بود که بعد از پیامبر به امامت به اصطلاح اعتقاد داشت در مورد علی رضی الله تعالی عنه. و هذه الفرقه تسمى سبعیه، این فرقه رو سبعیه میگن، یعنی اصحاب عبدالله ابن سبع. و کان ممن اظهر، و این عبدالله ابن سبا کسی بود که ظاهر کرد الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و صحابه، که طعن بر، یعنی همین لعنتی که امروز میشه پیروان عبدالله ابن سبا یهودی، میگیم چرا ناراحت میشید، خود تو کتاب خودتون گفته. عبدالله ابن سبا یهودی اولین کسی بود که ظاهر کرد طعن بر ابی بکر و عمر و عثمان و صحابه را. و تبرع منهم، و از آنها اعلان براءت کرد. و قال ان علی علیه السلام امره بذلک،
ادعا کرد که علی بهش امر کرده، یعنی دائما نقاب اهل بیت رو به صورتشون میکشن مثل آخوندهایی که امروز این کار انجام میدن. فاخذه علی فسأل عن قوله هذا، علی هم ایشونو گرفت و از این امر پرسید، فاقر به فامر بقتله، وقتی که اقرار کرد علی هم امر کرد که بکشنش. فصاح الناس الی، مردم داد زدن یا امیر المؤمنین اتقتل رجلا يدعو الى حبكم اهل البيت، مردی رو میکشی که ادعای محبت اهل بیت رو میکنه و الى ولایتک و دعوت میکنه به ولایت تو، و البراء من اعدائک و اعلان براءت میکنه از دشمنانت، و سیره الى مدائن، ایشونو تبعید کرد به مدائن. و حكى جماعه من اهل العلم، تعدادی از اهل علم شیعه، یعنی شیعیان اهل علم که اینجا میگه اهل علم شیعه، من اصحاب علی، از اصحاب علی ابن ابی طالب، شیعیان علی، ان عبدالله ابن سبا، که عبدالله ابن سبا کان یهودیان، وهابی اینو نوشتن تو کتاباتون، کان یهودیان، فاسلم، ایمان آورد، و والا علیان، اعلان ولایت علی رو کرد، و کان یقول و هو علی یهودیته، وقتی که یهودی بود، فی یوشع ابن نون بعد موسی بهاد المقاله، فقال في اسلامي بعد الوفات، وفات النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام، بعد از مرگ موسی در مورد موسی میگفت که یوشع ابن نون بعد از موسی امام بوده، این اعتقاد عبدالله ابن سبا بوده در مورد یوشع ابن نون، زمانی که یهودی هم بوده اعتقاد به امامت داشته، و في اسلامه، زمانی که مسلمان شد بعد از وفات نبی در مورد علی هم همین حرف رو زد که علی بعد از پیامبر چی است؟ امام است. در صفحه 58 فرق شیعه نوبختی، به مثل هذا و هو اول، و او اولین کسی است که من شهر القول به فرض امامت علی علیه السلام، او کسی است که اولین کسی که فرضیت امامت علی رو اعلان کرد، و اظهر براء من اعدائه، و اعلان براءت کرد از دشمنان علی، و کاشف مخالفی، و از مخالفین علی رو آشکار کرد، یعنی کشف کرد. فمن هناک، از اینجاست، قال من خالف الشیعه، مخالفین شیعه میگویند ان اصل الرفض ماخوذ من اليهوديه، اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده. آقای آفت الله ابوالکذب قزوینی، این رو وهابیت نمیگه، کتابای خودتون میگن. این از این کتاب. مطالب زیاد است که من در این مورد نشون بدم، من تا به یک مصدر دیگه هم اکتفا میکنیم، که این کتابی هست فرق شیعه که حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی اینو نوشتن. در این کتاب هم همین مطلب اومده، دقیقا همون مطلبی که خوندم. من فکر نمی کنم لازم باشه که دوباره تکرار بشه. اصحاب عبدالله ابن سبا ظاهر کردن تن بر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه را و اعلان براءت کردن و گفتن که علی علیه السلام آنها را به این چیز امر کرده. علی او را گرفت و در این مورد از او پرسید و امر کرد که بکشنش. بعد از اینکه اقرار کرد، مردم داد زدن که ای امیرالمومنین، کسی رو میکشی که دعوت به محبت شما میکنه. و در اینجا میگه که عبدالله ابن سبا کان یهودیان، یهودی بود، اسلام آورد، ولایت علی رو اعلان کرد، و در زمانی که یهودی بود در مورد یوشع ابن نون همین حرفو میزد. بعد از موسی، بعد از اسلام که مسلمان شد، بعد از وفات پیامبر، در مورد علی هم همین حرف رو زد، و اینکه امامت علی فرض هست، و ظاهر کرد دوری از دشمنان علی و کشف مخالفینش، و همین، ببینید دقیقا همین حرف رو اینجا میگه. به همین دلیل است که مخالفین شیعه میگن که اصل رفض ماخوذ من الیهودیه، میگن که اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده. ببینید این نمونه است. حالا این کلیپ من دوست نداشتم اینو، گرچه بارها یعنی در مورد صحبت کرده بودیم، می‌خواستیم این کارو بکنیم، اما این کلیپ آقای قزوینی و این انکارش سبب شد که ما انشالله برنامه‌ای بذاریم در آینده نزدیک در مورد فرق شیعه، در مورد این فرقه ها صحبت بکنیم، فرقه غرابیه، فرقه ذمیه، فرقه ای که ادعا می‌کنن که جبرئیل خیانت کرده و وحی رو به جای اینکه به حضرت علی ببره به پیامبر برده، در اصل پیامبر میخواست علی بشه، جبرئیل خیانت کرد، به خاطر همین لن میفرستن. فرقای شیعه گوناگون، چیزایی که اصلا در قوطی هیچ عطاری پیدا نشه در کتابهای شیعه پیدا میشه، که انشاءالله من الله سبحانه و تعالی کمک بکنه که بتونیم در یک برنامه همه این فرقا رو خدمت شما نشون بدیم. آه 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 آه
آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه